ای که دستت میرسد دستی بگیر. اخلاص، برنامه برای کمک به فقرا. برنامه اخلاص شنبه شبها ساعت 9 شب از شبکه اسلامی نگین القیاس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های خوب عزیز شبکه اسلامی نگین القیاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از برنامه اخلاص در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق سلسله برنامه های دیگر باز هم آمادیم در منطقه خواجه کوزگر، کوچه مسجد شندنی ها، تا از یک فامیلی دیدن کنیم، فامیلی که خواهر عزیزی دارن که شوهر خود از دست داده و 4 طفل یتیم داره و برادر کلان هم داره که برادر از او هم فلج می باشد و فقط یک مادر پیرزال داره و خود از او هست. ایاشه و ایباته فامیل به دوش خود از او هسته. خواستیم تا شما عزیزان را بیمه الهی قرار بدیم و ما خود را هم شامل دعای خیر شما عزیزان بسازیم. عزیزان امراهی ایمان کنید، در خدمت شما هست. فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية صغاري بات بغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیننده های خوب عزیز شبکه اسلامی نگین القیاس، مجدداً خدمت یکایک شما عزیزان عرض سلام دارم. از منطقه قریه خواجه کوزگر، کوچه مسجد شندنی ها در خدمت شما هستیم. عزیزان ما آمدیم به خدمت خواهر عزیزمون عایشه جان، خواهری که مدتی هست که بیوه شده و ای طفله های نازنین و معصومی را که میبینیم، اینها بدون اینکه سرپرست داشته باشند فقط از مکتب، از مسجد، از همه چیز محروم شدن و فقط کوشرنگی میکنن و خرج ای طفلک های معصوم میدهن. اما متاسفانه که هم به این هوای زمستان نمیتوانن اینا خرج این طفله های معصوم رو برابر کنن و با این هوای سرد زمستان این خواهر عزیز ما با این طفله های یتیم خود دوچار مشکلات شده. بلی عزیزان، طفله هایی که حالا وقت تحصیل از اینا هست، طفله هایی هست که اینها وقتی هست که صبح پدر دست اینها را گرفته به سوی مکتب ببره، از ناز و محبت و پدر برخوردار باشن، اما متاسفانه
که پدر از اینا دایی اجر را لبیک گفته و به سوی الله شتابیده. از خواهر عزیزمان پرسان میکنیم، خواهر جان چند وقت میشه که پدر از اینا فوت کردن؟ 3 سال میشه. چند سال میشه گفتیم؟ 3 سال. 3 سال میشه که پدر از اینا فوت کردن. پدر از اینا چی کارو کس میدش خواهر جان؟ گر کسی داشت، گر کسی میری شدنه به میریز خدا، چیزی هم نداشت تعدیه کنه نمیده با ما تا. چی میریزی داشتن خواهر جان؟ همی تایی میکرد و همی درد کلون بود، گفتم این درد گنده داره. یعنی گفتم درد سرطان داره؟ بله. به همین درد سرطان فوت کرد؟ آره. یعنی از خود خود یک دکان، یک سرای چیزی هم نداشت، درسته؟ چی نداشت، گری کشی داشت. گری کشی داشت؟ بله. خواهر جان، شما همی خرج از این تفلار چی رقم تهیه میکنی؟ خرج چی داره؟ نه یک شو گوشنه با تا دو شو، یک شو سر تا دو شو سر شو گوشنه میگرده، یک واده سر هم تا دو واده گوشنه میگرده. بچیم کش رنگ میکنم، روز یک 50 روپی کار میکنم میارم، نمی خود من بالا کشمشا کار میکنم. شما که بالا کشمشا میریم کار میکنیم، روزانه چند میده به شما خواهر جان؟ 60 روپی 70 روپی میتو بیشتر کار نمیکنم. کارتنی کارتنه چند میده؟ کارتنه 40. کارتنه 40 روپی. چند من کشمش داره خواهر جان؟ 6 من 7 من کشمش داره. یعنی شما 6 من کشمش پاک میکنیم به 40 روپی؟ آه باید 40 روپی کنیم. خرج چاشت شما رو میده؟ بعض دفعه یعنی نون خشکی میارم یا الگج میده به پیش ما خدم خوش بخوریم، بخواید پیالی و جوشی هم جوش میدیم از خانه میبریم. فقط یک نون خشکی به شما میده؟ بعض یعنی نون خشکی میده. اینا دیگه به مکتب و مسجد چیزی نگذاشتیم خواهر جان؟ نه دیگه، گفتیم بره بخواه کار اینا کار کنه، کش رنگ کنه، کش رنگ میکنه میارم که خرچی شما شد چیکار کنم که با اینا بیای. فقط شما به واسطه همین خرج خانه شما اینا رو از مکتب و مسجد بگشتوندیم؟ به خاطرم خرج خانه گشتوندم، خاطر کرای سرم. چند کرای خونه میدیم خواهر جان؟ یک ازا. خواهر جان دیگه شما برار برادر شوهر دیگه چیزی نداره؟ چیزی نداریم. یعنی برار من هستم شلی که مرش کسته. بله بیننده های عزیز، همونطور که در اول گفتم خواهر عزیز ما برادر داره که برادر از او هم فلجه که او هم جزو برنامه ما هسته که شما فیلم از او هم قبلا دیدیم به نام شکرالله. برادر ازی هم فلج شده که به ایران رفته بوده، بعد به چا دوله چا میکنده چا میکنده که دوله چا خطا خورده، به کمر از او خورده و او جوان 22 ساله را هم فلج کردیده که باز انشالله از او هم به شما ما تصویری نشون میدیم. خواهر جان این طفلای شما را اذیت که نمی کنن به کوچه که میرن میاین بگم مادر همسایه ما فرزند یا دگ ببار داره یا گوشت بار کرده یا برنج ببار کرده، میاین که با ما چی بدید؟ مردم همه دگ تیار کرده شو تا بسو بینا بوی بویدم و دگای مردم به سرشو میخوره اینا گوشت پستش رخته لغمون اون خوش گنونیم بینن که بخوره. اینو نمیگم که ما به مکتب ریکو به مسجد ریکو چیزی نمیگم. میگم ما به مسجد تو مکتب میریم. میگم حالا شما که میریم بالا ماشون بیاین چی میخوره؟ خواهر جان این تفلا شما که به این زمستون مریضی چیزی که نشدن؟ این بچی دیگه من مریضه، اون امو بچی میانه من مریضه سرخورداره و شایمی بچی من مریض شد تا به صبح غق مکشیده رو میدیگه پیش مپرته بود. خب چه کار کردین شما خواهر جان؟ هیچ کار نکردم، من تا غق خور کشید و تا به صبح نمیدیگه پرته بود تا با کمی قرار شده. یعنی به دکتر جایی نبردیم؟ نه چی بداشتم که به دکتر برم، نکن پول داشتم که به دکتر برم. طوری که خواهر جان با ما همسایه را پر دادم گفتم شما یک شب دو شب به این جوا به این خانه خو با این طفلا گرسنه خوابیدین، یعنی چپ چیزی نبوده باشه که شما بخورین؟ خدا نون خوشکه نبوده که بخوره. به دو شب همه تا گوشنه خواهد بودم به شب سیمی برفتم به خانه مستر خانه ماما شد نون خوشکه که بود بیادم بیمی دادم.
سوشه نم بدا آشو ناشو انتوال چه نخو. مادر جان این دختر شما که 3 سال میشه بیوه شده، از شما سوال میکنم مادر جان، این دختر شما که 3 سال میشه بیوه شده، یعنی به خانه به پیش شما نشسته، این طفلا از این که میبینیم شما دیگه رنج شما اضافه تر نمیشه؟ دلم ترغیده، دلم چکه چکه تو چی رد داشت، این گشنگیش رو میبینم، این بینویگیش رو میبینم، نماشون نماشون سر گشنه میگذارم، تا حال پیالچه دوت تا دشلم ندارم که حالی خیلی چاخو بخورم، ای به من دل مونده، زندگی نمونده، او رو اونجی میبینم، اینا رو اینجی میبینم، کلاکای بینم. چند تا از او بچه شما نواسه از او دارین مادر جان؟ از او دیگه یه ساغری به پیش ما به پیار ماداری دوت تا کم از اونه، زینونه، خودونه، منو. ای دختر شما بیوه، او بچه شما فلج، شما کرای خونه و اینا چی رقم میکنیم مادر جان به اینجگاه؟ دیگه اگه مثل من خیر خیراتی بدم یا نگاه میداریم، اما کرای سرار میدیم و کشمشی کاری چیزی میکنیم میاریم، نگاه میدارم کرای سرار میدیم، اما خونه چهار تا دشلمه یا دوتا نانی بخوام میستانیم شیک، ما دیگه زحمت کش نداریم، نمیدن اگه مانیم دیگه مانی ازینیم و میدن کام کشن بیدم. اسم تو چیه لالا جان؟ وکیل اما جان، روزانه چند به دستتو میایی؟ چند کار میکنی؟ 6 ریپی، 7 ریپی. تا کجا میری وکیل اما جان؟ تا دروازی خوش، تا چوکی گلو های داری. هر جوری کفش که رنگ میدی چند میستونی از اونو؟ 5 ریپی. جوری 5 ریپی؟ خب بازی 5 روپه چاش چی میخوری؟ چاش یک دریپی نونی میسونی وقتی که کاش رم کنی میایی به 4 میبینی که میره به مکتب میرم، تو که به مادر خو که میایی به پیش مادر خو، به مادر خو چی میگی؟ نمیگی که من میرم به مکتب درس میخونم؟ میگم با بری شو با مخکم بگو شو بریم با یکن کار کن بیاریم بخوریم مکتب والو بریم با چی میخوریم؟ یعنی شو که میایی با تو میگم بریم کار کنیم ها؟ بله. تو روز چند کار میکنی کاکا جان؟ 5 ریپی. روز 5 ریپی؟ بله. تو چه کار میکنی؟ من کشرنگی. تم کشرنگی میکنی؟ یعنی دوست داریم شما بریم به مکتب بریم؟ بله. توی تو مقبول 4 زنی بزی بچه جان بشی؟ حالی صحبت کن که بینیده ها صحبتات رو بشنو. دوست داری بری به مکتب بری؟ بله. اگر کسی اخیگیرین پیدا شه به شما کمک چیزی بکنه، شما دوست داریم بریم به مکتب؟ بله. خب دوست داری بری به مکتب درس بخونی، با آینده چی بشی؟ بزی کشور چی خدمت کنی؟ دوست داری دکتر بشی، معلم بشی، پلیس بشی، چی بشی؟ پلیس. دوست داری تم پولیس بشی؟ ای که دستت میرسد دستی بگیری، ای که دستت میرسد دستی بگیری. بله عزیزان، پیامبر من تو یتیم بود، پیامبر من تو یتیم بود و ما اطور تشفیق میکنه که تا توان داریم به یتیم خدمت کنیم. هرکی خنداند یتیم خسته را، هرکی خنداند یتیم خسته را، باز یابد جنتی در بسته را، باز یابد جنتی در بسته را. اگر ما و شما به قرآن مراجعه کنیم میبینیم که قرآن به ما میگه من جاء بالحسنة فله و 10 امثالها. میبینیم که قرآن به ما میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. میبینیم که قرآن به ما میگه الشیطان یعیدکم الفقر والله یعیدکم مغفره.
میبینیم که قرآن به ما میگه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میبینیم که قرآن به ما میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس کجای خواهر، خواهری که گوش های شنوا داری، خواهری که چشم بصیرت داری، مادری که دل مهربان داری، برادری که قلب با سوز و با احساس داری، پدری که دوست داری با یتیم خدمت کنی، آیا لازم نیست که ما تو با این هوای سرد زمستان با این خونه های گرم نشسته باشیم و این طفل های معصوم یتیم در به در بگردن پشت در هر دکان برس به دست سازی باشه و به من تو بگه کفش خور بده که رنگ دوم، یک پنجی بده که ما ببرم به شکم مادر خود کنم، یک پنجی بده که ما ببرم به شکم این طفل نازنین کنم که تا این زنده بمانه. وی که آهندی و چی میشه که به الله تعلق، اما برای فعلا که زنده بمانم به خدا، اگر تو جار و خیرین عزیز ما این احساس داشته باشن، اگر زکات مال خود با کاملا طبق شریعت اسلام طبق قرآن عظیم و شان که فرموده اگر زکات مال خود بکشم این یا به این روز نمیمونم. افسوس، افسوس به من تو کجا میرین، به کجا میبرین، بعد از ما و تو کی میخوره، بعد از ما و تو این پول به کجا مصرف میشه، چرا به بانگ الهی ذخیره نمیکنیم، چرا قرآن میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، چرا به خدا به قرض نمیدیم؟ آیا دوست ندارین به خدا به قرض بده؟ من جا بالحضرت فلو عشر و امثالها، چرا نیکی نکنیم که خداوند ده برابر بده؟ آیا در تمام جان شما کسی سراغ داریم که با این قدر واضح به شما بگه که من به شما ده برابر میدم؟ قرآن به ما میگه، قرآن به ما میگه شما بدین که من ده برابر به شما بدم. کلام الهی الله به من تو پیام میده که ای بنده من الشیطان یعیدکم الفقر، ای بنده من شیطان به گوش تو وعده فقر میده، شیطان به تو میگه از می 10000 روپی کسی خود که داری اگر 1000 بدی 9000 میشه، با تو چی کار میکنی؟ اما الله میگه من چی میگم؟ فلهو عشر و امثالها فیضاعفه له اضعافا کثیره، منم که اضاف میگردونم، حیات ممات عزت ذلت تنگ دستی فراخ دستی همه به دست اللهه. چرا الله را از خود راضی نمیسازیم؟ حدیث شریف پیامبر عظیم و شان است که هر کسی که با یک زن بیوه با چند طفل یتیم کمک میکنه که اونها را از بدبختی نشان میده نجات میده، گویا که جهاد کرده در راه خداوند متعال. بهتر از اینه که صلاح بردوش گرفته باشه و بر روی دشمنان پیامبر زده باشه
این همو سوابر میگیره و بر دوش کسا سلا داشته باشه و بر روی کسا نبزنه که اونا با خدا و با قرآن مبارزه میکنن، این همو حکم داره. مادر جان، شبهایی که طفلهای معصوم گرسنه هن، شبهایی که طفلهای نازنین یا آینده سازان افغانستان گرسنه هن، شما چی احساسی دارین؟ با چی احساسی؟ مثل من این نانی بدم، این مشتی برنجی میدم میارم بدم، میگم این کار دوار که بدی بدم دست بچه که خو بعدی باشی بدم چی این کار سر گشنه نغذارم او مثل من میده او مثل من میده میارم کن مشتی از این آمیکا چی داره بینم ها؟ خب وقتی که شما مادر جان به این خونه میاییم میبینیم که این طفلای نازنین این رقم به پیش از این بچه خو میریم که بچه شما اونجا فلج پرتوه، شما به دل خود چی میگیم مادر جان؟ که دستو بگم ازو بگم ازی کداکا بگم ازی بگم چی بگم جگر خونم جگر خون شب تامه چه نمی سرم فیش فیش داره بخیمه خونی میایی تا برسو به نمیت ازو ازی نده چور تندشنی گیشنگی بینویگی از اینا با گردن که من چکا خود من بوزن بینوی و حیرون میرم هم خونه گشت گده می کنه برنجی نونه چیزی میدم سلمانم میدم بستانم میارم به دستی از اینا اولی از اینا با دلم از اینا بیشتر بیسازم. همین رخت و لباس از اینا چه کار میکنیم خواهر جان؟ رخت و لباس که اینا به سال به دوازدم همین نو کنه پیشیدم همین کنه های مسلمان ها که بدادم مادر می بیه اوته میارم به سر باش مسلمان هم استانم میارم باشه نو کنه داره تا دیگه به براخ کرد باشه میرم میستانم دوری خونه گده میکنم میارم سر باش میکنم شی نیه که رخت بستونی کوش بستونی شی بستونی چیکار کنم آره نجا که اینا چیز شده تالی هم به گردن منه که گده میکنم میارم سر باش میکنم اما داشو از کودکا هر که خندانت یتیم خسترا باز یابد جنت در بسترا هر که خندانت یتیم خسترا باز یابد جنت در بسترا خواهر جان یک کسی هست که به نام نقیب الله جان و ای کمک هار به شما کرده و همراه 500 افغانی هم پول و برادر عزیزی دیگر دارین که ای زغاله رو به خدمت شما گذاشته و او برادر عزیز ما هست که چند ساله که همی زمستون که میشه کلان زغالی برنامه رو کمک میکنه و ما دعای خیر میکنیم به حق از او برادر و شما چه دعایی دارین به حق از اونا؟ خدای پاک پردیر بکنه، خدای با عمر میده، خدای پاک حتی بده که جمع کرده نتونه دست تا زنده دراز باشه مثل پردیر رو بیدی نه بیدی نه بکنه خدا جان عمر در رغز روزی ده باشه خدا جان حتی که نریاد کرد بیاد خدا باشه خدا پردیشه بکنه چی پیامی داریم خواهر جان بریم مردم چی گفتنی داریم مردم به شما چی کمک بکنه خواهر جان؟ کمک نمینه دیگه یک بار خدا بشو بداد بمی سغرای ما هم یک شیمه دارم بدم که نداشتم که خدای پاک پردی شر بکنه دیگه یه پولی دارم برنجی دارم زغالی دارم و هر چی که دارم مسلمان برای خیر خوب یارم بدم بشه بله بیننده های عزیز صحبت های خواهر عزیز ما رو شما شنیدین شماره تماس برنامه زیرنویس تلویزیون های شما هست 0790-44-54-59 0730-44-54-59 باز هم برادر عزیزمون حاجی صاحب عبدالرشید جان رحمانی رضاکار و فداکار برنامه ما حضور دارن خواستیم تا باز یک بار دیگر آدرس و مشخصات از اینا رو به خدمت شما انشاءالله ارائه کنم بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام خسته نباشید دارم به خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اسلامی نگین القیاس تشکر میکنم غری صاحب از شما که باز روزهای زمستون از خواهر یتیمدار باز بیامونیم
فیلم پر کردیم و پخش کردیم برای از مردم خیر. از او تاجر خیر تشکر میکنم که همیشه به این برنامه ها پیگیری میکنم و خونه از یتیما و فقیرا و مسکین ها به تحت نظر دارم و آدرس ها از شما و از ما پرسان میکنم که این فقیرا به کجای کمک های همیشه میگم میان خدا کنه که همیشه کاروبار ما هم جور باشه که ما بتونیم کمک های ماوار و هفته واره که ما به خدمت شما میگذاریم و شما میبریم برای از فقیر مسکین میدیم. تشکر میکنم از آقای نیازی که بزی روزهای زمستون بزی برج جد که واقعا سرد روزهای چله که این مسلمان ها نگاه کنه مشکلات خود خود از اینا گفتم ای بوجی زغال آورده شد بخونی از اینا و با این مواد غذایی تا چند روزی که این مسلمان بتونه دلجم باشه و برادرهایی که میتونم همکاری به این اشخاصای بکنم که تلفک بدیدین چه روزهای دشغری سیب که گفت اگر بتونم درس بخونم کسی باشه همون تا اشخاصای ما داریم که کتابچه و قلم و فضل خدا تو متبای هست که نه که متبای که اینا خواسته باشن برن که برج یک گزاره کنیم ازار بدن متبای دولتی که رایگان معلم صاحبا به خدمت از اینای کی کودکا بتونم از ای به این سند سال اینا نتونم درس بخونم اینا کی میتونم به تازی شهر به این طرف و طرف بزی شرایط نابرابر نامناسبه که اینا خواسته باشم یک روپیه پول به دست بیارم و دست از این مادر خوب بدم و مادر از اینا برای از اینا نون چیزی بستونه به شکم از این کودکا بکنه. تشکر میکنیم از مدیر مسئول از این برنامه که همیشه تویستون و زمستون نداره که به خدمت از این فقیر و مسکین ها هسته. من هم که هستم غریص تا اندازه تمام خوب به خدمت از این برنامه هستم و به کمک از این خیرین حزید که بخونم بتونم مواد غذایی و زغال و سخت چیزی بخونی از این فقیر و مسکین ها. ای برنامه ها که میبینم پخش میشه هر کدوم از اینا با داخل از این شهر دور نیه که برادرها بگن که به جای دوره این منطقه خوجه کوزگر مسجد جامع خوجه کوزه خیلی مسجد جامع مشهوریه بعد از مسجد جامع به نام یک مسجد به نام مسجد مشهور به مسجد شندنی ها به داخل از کوچه کوچه سمت کرده اومده هر برادر که آرزو داره که بیاد یک کتابچه قلم دیگه یک چیزی مواد سوخت خوراکی پوشکی به خدمت از یتیما ای به این خونه چیزی که بگفتم یک برادر به نام شکرالله یا مشهور به شکر میگم این مسلمان از اردو پاخ و فلجه من به خدمت از این برنامه هستم غریسه هر ساعت یه لحظه که زنگ میزنم. تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز. بله بیننده های عزیز تشکری میکنیم از برادر عزیزمون حاجی صاحب عبدالرشید جان رحمانی و جهان سپاس از شما عزیزان که وقت خود صرف سخنان پراکنده ما کردیم. این بود داشته های برنامه ما. تا برنامه بعد که از کجا در خدمت شما باشیم شما را به ذات پاک اقدس الهی می سپاریم. شبتان خوش. الله حافظ و ناصر شما. ای که دستت میرسد دستی بگیر. اخلاص برنامه‌ای برای کمک به فقرا. برنامه اخلاص شنبه شب ها ساعت 9 شب از شبکه اسلامی نگین القیاس است.